خب درس آخر ما به لایبرری های شما مربوط میشه. ما از لایبرری ها شروع کردیم، با لایبرری ها هم تموم میکنیم. شما اگه بیایید توی عنوان فایل اینجا، غیر از اینکه close و open library رو دارید، شما یه library properties دارید. library properties ما اینجا چند تا عنوان رو باز میکنه. این library رادان من دقیقا همون چیزی که توی هاردم اینجا هستش. اگر من بخوام میتونم اینجا الان modify setting رو توی storage location بزنم. اجازه بدید من اینم باز بکنم. اینجا شما با right click کردم و show package contents میتونید محتویات یه library رو ببینید. و حالا اینجا مدیاهای شما اون چیزیه که توی در واقع این اوریجینال مدیا، ترانسکودد مدیا و چیزهاییه که به تصاویر اصلی یا تصاویر تولید شده شما برمیگرده. اگر شما بخواید میتونید جاش رو عوض بکنید و به جای دیگه ای منتقلش بکنید. ترجیح من معمولا این کار رو نمی کنم، ولی اینی که حالا ممکنه خیلی وقت شما جا تو هاردتون کم بیاد، بخواید جاش رو عوض بکنید و این کار خیلی راحت از اینجا میتونه انجام بشه، مخصوصا برای زمانی که شما میخواید بگید خب حالا جای رندر مثلا فرض کنید حالا این هارد اکسترنال رو انتخاب بکنید و بگید حالا از اینجا به بعد اینو برای من انتخاب کنم برای مدیا. رندرهای شما، فایلهای رندر شما که تا قبلش اینجا بودن الان اونجا درست میشن. من اینو برمیگردم به همین مدیا لایبرری که داشتم. کش شما فقط برای کش هایی که اون آنالیز ها استفاده میکنه، مثل مثلا کامرا استیبلایز یا چیزهای اونجوری. بکاپ هم چیزی که شما توی فولدر فاینال کات به عنوان بکاپ میبینید. این بکاپ هایی که خودش جدا میگیره، میتونید اصلا کلا خاموشش بکنید، میتونید بگید که اصلا من برای این پروژه نمیخوام بکاپ بگیرم و بزنید don't save. این بکاپ ها برای زمانی که شما میخواید به ورژن های قبلی نرم افزار برگردید. من لزوما خودم ازش استفاده نمی کنم به ورژن های قبلی پروژه ها برگردید. من شخصا راستش زیاد با این کار چیز نه رابطه خوبی ندارم. ترجیح میدم خودم دوپلیکیت بکنم پروژه هامو و از اون روش استفاده بکنم. ولی اینجا هستش، اگر خواستید میتونید ببینیدش و اگر هم اینجا فاینال کات بکاپس رو بزنید اینجا مشخصه. اینا در واقع فایل های خیلی کوچیکی هستن که توشون یه سری پروژه و یه سری چیزهای دیگه وجود داره که بیشتر به شکل بکاپه، یعنی شما استفاده خیلی خاصی خودتون نمیتونید ازش بکنید. عنوان دیگه که اینجا وجود داره اطلاعاتی که در مورد اون پروژه به شما میده. به طور مثال الان میگه که شما توی این هارد امیر 1.5 مگابایت فایل دارید، که من احتمالاً چون هارد اکسترنال امیر رو انتخاب کردم اینجا احتمالاً بلافاصله یه چیزی درست کرده که حالا داره اون رو جوش اطلاعات به من میده. یه عنوان اینجا شما دارید که خیلی مهمه به اسم کانسالیدیت. اگر شما کانسالیدیت رو بزنید میاد تمام فایل هایی که از جاهای مختلف شما رفرنس کردید. به طور مثال اگه خاطرتون باشه تو بحث ریلینک یادتونه که من اینو از هارد اکسترنالم الان دارم ازش استفاده میکنم و الان اگه من این هارد اکسترنال رو اجکت بکنم این تصویر گم میشه. اگر من کانسالیدیت رو بزنم تمام چیزهایی که توی این لایبرری استفاده شدن اگر توی خود این هارد نباشن توی این لایبرری کپی میشن. به طور مثال اینجا شما میبینید که ما یه اوریجینال مدیا دارم که تقریبا تمام چیزایی که اینجا هست به چیزایی مربوط میشه که توی این هارده. اگر اینجا نباشه میاد کپیشو میکنه و من این شورتکاتی که الان از این سانست و نورث هالیوود وست اولیو دارم به یه فایلی تبدیل میشه که عین این فایله، یعنی در واقع اینو کپی میکنه اینجا. به زبان خیلی ساده تر بخوام بگم این برای زمانی که شما مثلا تصویراتون توی 10 تا هارد مختلف بوده، حالا یکی یه فلش آورده بوده و داشتین روش کار میکردین یه سری چیزای دیگه و حالا میخواین همه اونها رو جمع بکنی توی همون لایبرری اصلیتون و همه اینها توی رادان لایبرری شما باشن، برای این کار بسیار 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 چیز مناسبی.
از این یه لول پایین تر هم شما دارید، زمانی که توی ایونت باشید شما میتونید بیایید توی فایل و بزنید consolidate event files، به جای اینکه کل چیزایی که توی این لایبرری هست رو consolidate بکنه و یه جا جمع بکنه و همه اونها رو از هاردای اکسترنال دیگه کپی بکنه جایی که این لایبرری هست و داخل این لایبرری کپی بکنه، فقط فایل هایی که مربوط به این event هستن رو این کار رو باشون میکنه. ممکنه شما مثلا بگید که نه فقط میخوام الان من رو این event خاص کار بکنم، هاردم هم جاش کمه، نمیخوام خیلی همه چی رو کپی بکنم، این برای این مورد خیلی مناسب هست. اینجا شما یک copy event to library دارید. اگر به طور مثال حالا من این لایبرری رادان رو بخوام، میتونم کپی بکنم توی یه هارد اکسترنال. خیلی راحت میتونم اینجا بیام و اگر دوست داشتم مثلا این رادان لایبرری رو من به طور مثال کپی بکنم توی امیر که حالا یه هارد اکسترناله، بعدن اگر اون لایبرری رو اینجا باز بکنم به طور مثال میتونم این ایونت دوریتوس رو توی اون لایبرری کپی بکنم و مثلا کپی حالا این ایونت توی مثلا رادان لایبرری یا حالا لایبرری دیگه که اینجا هست. اگر موو رو شما بزنید کلن این ایونت رو از اون لایبرری موو میکنه توی اون یکی لایبرری. بذاریم من اینجا انجام بدم ببینیم شاید راحت تر باشه. من اینجا میتونم بیام یه نیو لایبرری درست بکنم توی امیر، اسمش رو میذاریم تست. حالا این لایبرری برای من باز شد، میتونم الان بیام توی دوریتوس اینجا بزنم copy event to test و حالا دقیقا اینجا به من میگه که میخوای پروکسی مدیا هایی هم که درست کرده بودم کپی کنم، میخوای اپتیمایز مدیا ها رو کپی کنم یا نه، که من میگم نه فقط اوریجینالش رو کپی کن. وقتی من کپی رو میزنم اینجا اول میاد خودش یه سری فایل ها که نیاز هست رو پیدا میکنه، بکاپ میگیره، یه سری کار انجام میده و بعد از اون شروع میکنه این فایل ها رو به اسم بکاپ کپی کردن توی این هارد اکسترنال من و توی این لایبرری تست من. این برای زمانی که شما میخواید یه ایونت رو کپی بکنید توی هارد اکسترنال رو برای یه جای دیگه کار بکنید، حالا یا چیزای دیگه، بسیار عنوان خوب و کار راه اندازیه. من اینجا چون نمیخوام این کار رو بکنم الان کنسل میکنم اینو. عنوان دیگه هم که اینجا هست در رابطه با لایبرری ها هست و به درد شما میخوره، برای زمانی که شما میخواید این ایونت رو موو بکنید، اصلا میگید که حالا این ایونت که جای زیادی توی هارد داخلی من اشغال کرده اصلا مووش بکن اینجا. همونطور که از اسمش مشخصه کپی این ایونت رو کپی میکنه توی اون لایبرری، موو از جایی که هست منتقلش میکنه به اون یکی لایبرری. فکر کنم جفتش هم کاملا مشخص و واضح هستش، عناوینش فکر کنم توضیح بیشتری نیاز داشته باشه. آخرین عنوانی که توی این مجموعه من خدمتتون میگم این عنوان delete generated event files خواهد بود، یا اگر شما توی لایبرری باشید delete generated library files. به طور مثال من اینجا الان اصلا این الان پاک میکنم. توی شورت فیلمز ما 12 گیگ میبینیم که این لایبرری جای اشغال کرده. من میتونم بیام توی شوک پکیج کانتنت، حالا به طور مثال توی این event in the nick of time من یه ترانسکود مدیا دارم که دقیقا همون چیزیه که شما خاطرتون هست اینجا اون عنوانی که میتونستید ترانسکود بکنید و فایل های اپتیمایز شده یا فایل های پروکسی درست بکنید اونا رو اینجا میذاره. اگه اپتیمایز باشه تو فولدر های کوالیتی میذاره، اگه پروکسی باشه توی فولدر پروکسی. منتها مشکل اینه که این رندر فایل های شما و ترانسکودد مدیا های شما حجمشون خیلی زیاده. الان یکیش هفت، حالا این ترانسکود چقدر زیاد نباشه چون چیزی رو ترانسکود نکردم برای این ایونت خاص، ولی رندر فایل هم 3 گیگ هست. توی کیورسکیورو با همین شکل مثلا ممکن رندر فایل های من باز مثلا حالا توی این خیلی زیاد نیستن ولی توی اپولوژی قاعدتا خیلی زیاد خواهند بود. توی این هم مثلا 1 گیگ هم ترانسکودد مدیا های من هم ممکن مثلا 700 مگ باشن. حالا ممکن شما بگید خب من میخوام الان
پروژه هم همه چیش حفظ بشه، همه چیز سرش بمونه، فقط فایل های رندر و فایل های ترانسکود شده ای که جای من رو اشغال کردن من میخوام پاک کنم. دونه دونه بعد بیام من تو تک تک این ایونت ها، تو تک تک این فولدر ها اینا رو پاک کن، انتخاب کنم، پاک کنم، ممکنه وقت اشتباهی یه چیز دیگه ای رو پاک کنم. این خیلی درد سر داره. شما برای اینکه این کار خیلی راحت انجام بشه، لایبرری انتخاب میکنید، میاد توی فایل Delete Generated Library Files، از اینجا بهش میگید که همه رندر فایل ها رو پاک بکن، Delete Optimized Media و Delete Proxy Media. من حالا این رو میزنم، قاعدتا یه مدت طول میکشه تا این کار رو انجام بده. همونطور که شما میدید خودش به مستقیم خودش به صورت اوتوماتیک خیلی راحت میاد این کار رو انجام میده، همه اونا رو پاک میکنه، تمیز میکنه. و حالا از اینجا به بعد طبیعتا شما هر کدوم از اونها رو بخواین ازشون استفاده بکنین، دوباره یا رندر میخواد یا چیزهای دیگه، ولی دیگه حجم خیلی زیادی از هاردتون الان پاک شده، تمیز شده. و حالا من اگه برگردم به همون چیزی که اینجا داشتم، لایبرری شورت فیلمزم، حالا یه گیگه به جای 12 گیگ. به همین راحتی من تونستم 10 گیگ از فایل های اضافی سیستمم رو که فقط برای رندر و چیزایی اینجوری بود، یعنی فایل هایی بود که فقط خود فاینال کات ازش برای پخش تصاویر توی تایملاین استفاده می کرد، از همه اونا من تونستم خلاص بشم، همون رو تونستم بیرون بریزم. در این حال تنها چیزی که من ممکن دوباره نیاز داشته باشم فقط زمان رندره. مثلا من ممکنه بخوام بیام این کلیپ رو دوباره رندر بکنم که هیچ مشکلی نداره، و پروژه شما به هیچ وجه آسیب نمیبینه، کارهای شما هیچ مشکلی ندارن، فقط فایل های اضافی که درست کرده بود رو این عنوان برای شما پاک میکنه. خب به انتهای آموزش فاینال کات 10.1 رسیدیم. امیدوارم این مجموعه نظر شما جلب کرده باشه و امیدوارم من همه چی رو تا جایی که میشده شفاف و گویا توضیح داده باشم. اگر چیزی احیانا گنگ بود و اگر چیزی رو من درست نتونستم توضیح بدم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. و امیدوارم بتونید از فاینال کات به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید. توی قسمت دوم آموزشمون که استانداردهای هالیوود هست، به یه سری از چیزهایی پرداخته میشه که به درد اکثریت کاربرها ممکنه نخوره و به همین دلیل هستش که ما اینو دو قسمتش کردیم. چیزهایی که به خود فاینال کات مربوط میشد رو من سعی کردم توی این مجموعه پوشش بدم. و در انتها تنها چیزی که میمونه اینه که خیلی ممنونم از اینکه 8 سال همراه ما بودید و به نمایندگی از رادان از شما تشکر میکنم. وقتتون بخیر، ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.